دا خبرونه د افغان ملي بنګ لخوا تاسو ته خبريږي. د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژولی ته خراب لاس. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د قطر دفتر پرانستنه چې په کوم شکل باندې اوس وشلله، قطر دفتر باندې خو ډېر مخکې نه کار کېدو، پخوا سعودي عرب ترکیه نور ځای نه یدل، خو بالاخره قطر باندې توافق وشو. په اوله کې ښکاره کېده چې پاکستان شاید دې سره راضي نه وي، خو بالاخره اوس دغه ورځپاڼه لیکي چې په کومه بڼه چې اوس دا پرانستل شو، دا په حقیقت کې د جان کیری او د جنرال کیانی د پټ کار محصول او یا نتیجه ده. جنرال کیانی او جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سره ډېرې پخوانۍ او ژورې اړیکې لري. پخوا دې نه چې جان کیری وزیر خارجه شي، هم د کیانی سره دې اړیکې درلودلې. د اکسپرس ورځپاڼې دا خبره د ده پخوا کې د سولې د عالي شورا مرستیال ما سره په یو مرکه کې ویلي چې کوم سند چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ د قطر په اړه لیکل شوی دی، د هغه سند سره چې امریکا د قطر حکومت سره لیکلی توپیر لري. په دغه سند کې چې د افغان حکومت سره لیکلی، هغه کې دا ټول شرایط د افغان حکومت منل شوي دي. بیا کوم سند چې د قطر حکومت سره لیکل شوی، هغه کې هم دغه اسلامي امارات او هغه څه چې دا وشول دا لیکل شوی. یعنی مخکې د دې نه چې دا خبره وشي، د امریکا په دریز کې او په سیاست کې یو دوه مختوب لیدل کېږي. دغه سند په خپله د امریکا د دوه مختوب یو ښکاره او څرګند دلیل دی. پر ترتیب اوس کوم بیرغ او د دفتر په نوم باندې چې کوم ستونزه وه، حداقل بیرغ نیم ښکته شوی، نیم ځړند دی او دفتر نوم تبدیل شوی دی. پخوا د افغانستان اسلامي امارت په نوم باندې دا دفتر اوس هغه لوحه لرې شوې ده، خو ستونزه لا په هماغه ځای کې ده. افغان حکومت اوس هم دغه خبرونه بایکاټ کړی دی. زمونږ د نن ورځ ژور لید په همدې اړه دی، د امریکا د دغې دوه مخیتوب په اهدافو مقاصدو باندې دی او د دې اغیزې اول طالبانو باندې دغه اغیزې بیا امریکا سره، یعنی د امریکا خوښه وه دغه بیرغ پورته که طالبانو لوحې وځنډول، او کله چې بیرته د امریکا خوښه شوه دغه بیرغ هم نیم جوړه شو، ښکته شو او لوحه هم بدله شوه. زمون بحث په همدې اړه دی او په دغه بحث کې موږ سره میلمانه دي ډاکټر صاحب فضل هادي وزین، د سلام پانتون استاد دی، ښاغلی انجینر صاحب محمد خان د ولسی جرګې د تېرې دورې غړی دی، او زمونږ بل میلمه دی ښاغلی سید عبدالکریم د لوګر ولایت. بخنه غواړم سید عبدالکریم د سیاسي چارو ڈاکٹر صاحب، خب پالیسی های دوگانه امریکا خب تنها همی یک سند اکتفا میکنه که صرف گپ زنیم که سندی که با حکومت افغانستان امضا شده دارای یک محتواست در باره دفتر قطر، این سند سندی که با حکومت قطر امضا شده چیزی دیگه است. د ای دفتر د ای سند تمام شرایط افغانستان قبول شده و د او سند به اصطلاح شرایطی که طالبا داشتن و این سر قطر. یک روز بلند شدن این بیرق و آویزان شدن لوحه به نام امارت اسلامی و در ظرف یک روز دوباره این تغییر خوردن سر، یعنی تاثیر سر طالبا و روابط رهبری طالبا با صفوفشان چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما، خدمت استادای محترم حاضر در استودیو، همکارای شما و همچنان بیننده های محترم تلویزیون شما در جایی که ما را میبینن صدای ما را میشنون. باید عرض بکنم که در مورد پالیسی ها و سیاست ایالات متحده امریکا، خصوصا در باره سیاست خارجی ایالات متحده امریکا، اگر یک نظر بسیار گذرا و سرسری به تاریخ
سياسات ایالات متحده امریکا خصوصا در 50 سال اخیر انداخته شده دیده میشه که سیاست ایالات متحده امریکا در دوران حکومت های مختلف چی حزب جمهوری جمهوری خواه چی هم حزب دموکرات امریکا همیشه مملو و پر از تناقضات و تناقض و چند دستگی و گاهی وقت ابهام غموز و تطبیق امو با گفت اصل ماکیولی که رسیدن به خاطر هدف هر وسیله را توجیه میکنه این چیز پالیسی ایالات متحده امریکا است و ایالات متحده امریکا مانند هر قدرت استعماری دیگه که در دنیا وجود داره همیشه کوشش میکنه به خاطر رسیدن به اهداف خود از هر وسیله کار بگیره و به گفته خود کسایی که متاسفانه سیاست میخوانند در علوم سیاسی تاتن متاسفانه این اصل شده که در سیاست چیزی به نام اخلاق وجود نداره طبعا این سیاستی که در زیر اندیشه های لیبرال کپیتالیسم غربی رشد میکنه این سیاست در مجموع در این سیاست باید سیاست پکتی کمونیستی هم همین ترتیب بود که به خاطر رسیدن هر وسیله که ما را به هدف میرسانه و درست است خوب است به این خاطر جایی برای موازین اخلاقی برای صداقت امانت داری در این سیاست وجود نداره به این خاطر همون طرح است که دوستی همیشگی وجود نداره و دشمنی همیشگی هم در این سیاست وجود نداره ما تمام قبول میکنیم که در سیاست همیشه انعطاف پذیری هست حتی در اسلام هم در سیاست شرعی بسیار بیشتر بر مصالح استوار است به این خاطر ما تعجب نکنیم بله انعطاف پذیری در سیاست پذیرفتن معقولیت گپای لیکن سیاست های دوگانه و اگه بسیار به زبان عامیانه بگیم سیاست های منافقانه که یک سند به یک طور امضا میشه طور دیگه سر خود حیثیت امریکا چیز ما به ایمه عرض میشه که یک چیز جدید نیست یعنی چیز جدید در پالیسی امریکا هست پالیسی امریکا رو شما در قضای مختلف ببینید مثلا در شرق یمن ببینید در قضای مختلف در جنوب ببینید در قضیه افغانستان مخصوصا از امریکا ها همیشه رول نه تنها دوگانه که گاهی اوقات چندگانه بازی کردن دوگانه نیست دوگانه در واقع در یک بل یعنی به اصطلاح انگلیسی دبل گیم نیست که تریپل گیم است که زوکت بیشتر هم مستر مسائل بخاطر که در یک وقت در دوران واحد اونها در یک وقت چند کار میکنن بسات بخاطر هدف است که چگونه به منافع خود تحقق میبخشن چگونه به هدف خود میرسن به خاطر چیز دیگه شما درست رو اشاره منافع شون منافع امریکا در این افغانستان بله خصوصا در این بازی در این بازی که با افغانستان یک نوع تعهدات داره باز چیز دیگه در اونجا میشه هدف چیست در مجموع است که ایالات متحده امریکا در یکی است در مجموع که او در سیاست جهانی کلی پر استراتژیک که امریکا باید به نحسی عبر قدرت باقی مانه و همون سیاستی که آقای جورج بوش پدر که نظام نوین جهانی یا نیو ورلد آردر که شده بود تقریبا همه حکومت امریکا به اون طرف میره چیزی را که برش فوکویاما نظریه نهاد تاریخ تئوری برش ساخت که در حقیقت امریکا یعنی تمدن غربی در راسش امریکا آخرین مرحله تاریخ است که بعد از این چیز بیشتر خوبتر نمیه هنگلتون میگفت که برای تئوری پردازی میکرد به همین نظریه میگفت که میگه نظریه هنگلتون با تغییرات که سرزو آمده میگه که تصادم بین مدنیت ها چیزی حتمی و ضروری است در روشنی همه گپا نتیجه چی میشه که امریکا میخواه هژمونی خود قدرت خود سیطره خود بر جهان خصوصا بر شارک های اقتصادی جهان و منطقه استراتژیک جهان باید او را قائم داشته باشه و از او خاطر امریکا جنگ میافرینه جنگ ایجاد میکنه مشکلات ایجاد میکنه اسلحه خود میفروشه و کسایی که میخواه به قدرت برسن اونا را مهره های خود عوض میکنه در جهان به خاطر یک پالیسی است که همیشه دوامدار است و از این باید ما تعجب نکنیم به خاطر ما تعجب میکنیم به دوستایی که در افغانستان وقتی که گفته میشد که امریکا در افغانستان بر حذر داشته میشدن که ما در افغانستان به پالیسی های به منافع ملی مردم افغانستان فکر بکنین به منافع افغانستان فکر بکنین اونا یک سره و دربست اونا خود و افغانستان و سرنوشت افغانستان در خدمت امریکا قرار دادن و همیشه احساس میکردن که امریکا همیشه در کنار ما هست از ما حمایت میکنه به خاطر یک اشتباهی است که سیاست مدارای ما چی احزاب و چی حکومت ها در مجموع اشتباه نکنن به خاطری که امریکا به هیچ کس دوست نمیشه و همیشه پالیسی های خود تطبیق میکنه یعنی خلاص بگویم که سابوتاژ روند صلح بود یکی از اهدافی که امریکا بازی رو چنین ترتیب داد سابوتاژ روند صلح هست من از احساس میکنم که امریکا به خاطر ایجاد صلح دوامدار و پایدار در افغانستان امریکا برنامه برای زینه داره پلان نداره من تعجب میکنم و تاسف میکنم به خوشفهمی کسایی که اونا
امریکا را کوشش میکنن که امکان در امریکا در افغانستان صلح بره، لیکن امریکا اگر صلح در افغانستان میخواد به خاطر عزیز که فعلا در افغانستان استنزاف شده، تلفات داده در افغانستان، مشکلات برش ایجاد شده و افغانستان تقو بعضی اهدافش تحقق پیدا کرده در افغانستان در منطقه، بعضی اهدافش برآورده شده و همچنان در بعضی که جای دیگه مانده شده، امریکا خسته شده، به این خاطر امریکا میخواد که به یک نحوی زنها پای خود از افغانستان بکشه و چیزی را که در میدان جنگ به دست آوردن افغانستان او را از طریق صلح به دست بیاره. به این خاطر نتیجه گپی میشه زواک صاحب که در ملت افغانستان، نیروهای افغانستان، هم حکومت افغانستان، هم اپوزیسیون سیاسی افغانستان، هم اپوزیسیون مسلح دولت افغانستان در مجموع برای همه مردم افغانستان، قیادت‌های افغانستان، دولت مردای افغانستان، رهبرای سیاسی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان، احزاب افغانستان است که با در نظر داشتی این نیرنگ‌هایی که صورت می‌گیره مردم به خود بین و ما افغان‌ها باید به این معتقد شیم که قضیه افغانستان باید به دست افغان حل شه و مذاکرات بین افغانی باید صورت بگیره، تفاهم صورت بگیره، به خاطر افغان‌ها باید به دست افغان حل شه. من به خاطر عرض می‌کنم که حکومت افغانستان باید این انعطاف پذیری بکنه در قضیه مذاکرات با طالبان، ما که صادق و راست باشیم، یعنی جدی بگیم، صریح بگیم، و حکومت افغانستان باید به خاطر رسیدن به صلح، صلح واقعی، باید تلاش بکنه و آماده هر نوع انعطاف پذیری باشه. به همون ترتیب حرکت طالبان در مجموع اونا هم باید آماده انعطاف پذیری باشن، بله. تا در افغانستان صلح بیا و ما از این حالتی که ما فعلا قرار داریم از این بره. افغانستان چی انعطاف کرده میتونه سر زوپسان بحث میکنیم. طالبان رو کم کسان چې دلته جګړه کوي په صفوفو کې دي، میدانونو کې دي، دی یو اته کلن ماشوم په دې خاطر حلالۍ غړۍ ورته غوسئ، یو کاملا دغسې یو عمل چې اسلامي او انساني دغه نور په دې نامه چې ګواکې ده یا د ده پلار یا د ده تره امریکایانو ته جاسوسي کړې ده. د دې رهبری د امریکا په خوخه یو ورځ په قطر کې د دې دفتر جګیږي، لوحه پې زوړندېږي، د اسلامي امارت بیرته جان کیری د دې دخوان افغانستان ته ډاډ ورکوي او دغه لوحه ښکته کیږي. د دې اعلامیه چې بیا په قطر کې ولوستل شوله یو هفته نه مخکې، میاشت مخکې د جیمز دوبنز په جب کې ده او اسلام آباد او کابل ترمنځ وړي وړي د طالبانو د مشري او د صفوفو ترمنځ مشکل نه پیدا کوي؟ طالبانو حیثیت خپل د دې د صفوفو ترمنځ څنګه کی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو ملمنو کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ته سلام احترام په وړاندې کولو مخکې لدی سي عملی مسلې تراسم دا یو بل مسله سي د امریکا پر اړه ده. ګوره امریکا د عراق په مسله کې د عراق د وخت رئیس جمهور صدام حسین هغه وخت په کویت باندې حمله وکړه، تر اخیرین حالت پورې چې بالاخره امریکایان په عراق حمله شروع کوي، تر هغو دقایقو پورې صدام حسین ته د خپل سفیر په واسطه اطمینان ورکوي چې دا د تاسې منطقوي مسله ده او موږ پکې کار نه لرو. ډاکټر سمخ کی وویل چې په ټول جهانی سیاستو کې دوه مخه نه بلکې څو مخه سیاست لري. د بون په مسله کې کتا چې هغه کسان چې په بون کې وو لغو پښتنه وکوي هغه محصول چې راوو دلته دغه حاصل هغه نه وو چې د میز په سر باندې امزاګانې ورباندې وشوي. کتا چې دا موجود قانون اساسي وګوري چې په هغه وخت کې تقریبا د موږ د دغو میلمنو تر قوی اشراف لاندې وو، بلکې دا لا ویل کیږي چې کاپي سوی قانون اساسي ده، نه لیکل سوی قانون اساسي، له انګلیسي ترجمه سوی. په هر حال په دغه کې له ټولو امزاګانو وروسته لاسوهنې شوي دي. بله خبره له ابتدا تر ننه پورې شمال ته مثلا د طالبانو انتقال په ارغنداب کې سلا ورته اچول، یعنې دا هغه څه دي چې میډیا ته بالاخره راووتو. د دوی دوه مخیتوب نه چې څو مخیتوب په هره مرحله کې ثابتوي بنا له ابتدا تر اوسه پورې دغه خلکو د طالبانو د جنګ نه یو کنترول سوی جنګ چې د دوی په لاس کې وي، تمویل یې د دوی په واسطه باندې یا مستقیم یا د پاکستان په سلسله باندې کیږي، مواد ورته برابرېږي، پاکستان ته په دې نامه چې د تروریزم په مقابله کې له موږ سره هم نوا او هم فکره ده پیسې ورکول کیږي، ولې هغه په همدغه تروریزم باندې مصرفیږي، هغوی ورباندې اکمالیږي، هغو تجهیزیږي، هغو ته واسکټونه جوړیږي، هغو ته ټریننګ مرکزونه جوړیږي، هغه دلته راوړل کیږي و غیره و غیره.
دا ټول هغه شیان دي چې امریکا په یو حساب خو ویلی سو چې دوه مخی سیاست یې نه ده کړی. دا د افغانستان د خلکو ساده لوحې ده چې وایي چې ګویا ده به دوه مخی سیاست کړی وي، یعنی یو یې داسې دا جنگ ته دوام ورکاوه او بل داسې وایي چې موږ صلح راولو. له ابتدا یې هیڅ داسې عمل نه ده کړی چې هغه بالاخره په صلح منتج شي. له ابتدا یې هیڅ داسې عمل نه ده کړی چې هغه په افغانستان کې د امنیت طرف ته روان وي. له ابتدا یې هیڅ داسې عمل نه ده کړی چې هغه په افغانستان کې د سرحداتو د تحفظ او د سرحداتو دفاع خبره وي. بناء له ابتدا یې یو مخی سیاست و او هغه د جنګ د دوام سیاست و، هغه د سولې د سبوتاژ سیاست و. متاسفانه تر اوسه پورې موږ نن وایو چې یاره هغه څه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په رابطه باندې لیکل شوي دي، قطر او امریکا یو شی لیکلی دي او امریکا او پاکستان افغانستان بل شی، دا هم د موږ سره توب ښیي. ولې د امریکا سي وبې بولو چې دا درېیم ګړی ده، افغانستان سي یو طرف د قضیه ده او قطر خو خلاصون خو نه لرو، دلته راغلي پوځونه پراته دي افغانستان کې شته دي او دغه ټول یعنی که سوله ده او که جنگ ده خود امریکا مداخله ته شتون پکې دی که نه، د دې ټول شیانو سره خو بیا مجبوري ورسره خبره وکړو، معامله وکړو او په سولې په دغه کې باید شریکې وي، ځکه چې جګړه د ده په رهبري او د ده په لاس کې ده. څه وکړي افغانستان نو دې باندې به وروسته بس وکړو، ځکه اوس بس بیخي بلې خواته ځي. کوم خبره چې موږ مطرح کړې وه د طالبانو د رهبرۍ او د صفوف ترمنځ، د طالبانو اعلامیه د امریکا او د طالبانو ترمنځ په تفاهم لیکل کیږي او امریکا د طالبانو استازیتوب کوي او دغه د شپې بیرغ پورته کیږي د امریکا په خوښه او سهار د امریکا په خوښه بیرغ او لوحې ښکته کیږي. یو د دې بیرغ جګول او کته کول دي. بله خبره چې هغه اساسي خبره ده، هغه دا ده چې په قطر کې به د طالبانو دفتر د اسلامي امارت سیاسي نمایندګي وي او که به د طالبانو د تحریک سیاسي نمایندګي وي. شروع په دې سویره چې طالبانو له ابتدا تر اوسه پورې ویل دي چې اسلامي امارت په جای ده، فرمانونه یې ټول نافذ دي او موږ به دغه بیرته په کابل کې احیا کوو او په کابل کې به بیا اسلامي امارت جوړوو. که طالبان اوس له دې نه تنزل کوي او د طالبانو د سیاسي تحریک نمایندګي وي، د طالبانو د تحریک سیاسي نمایندګي وي هلته، دوی له اسلامي امارت صرف نظر وکاو، دا طالبانو ته یوه قوي ضربه ده. او که د طالبانو د اسلامي امارت نمایندګي وي، دا په حقیقت کې موازي د افغانستان له موجود حکومت سره، له موجود دولت سره، یو بل دولت د امریکا لخوا په رسمیت پیژندل دي. که الفاظ بدل وي ولې په رسمیت پیژندل دي؟ نو فکر کوم اول پاری موردو به کوم څه تسویلی. اول زه فقط غواړم چې دا د طالبان د رهبرۍ او د صفوف ترمنځ په رابطه په دې پاری باندې اغیزه دغه حالت څه اغیزه لري؟ زه فکر کوم چې که د طالبانو د تحریک په قاعده او صفوفو کې د فکر کولو مجال وي او هغه فقط د کلیشنکوف په حیث نه استعمالیږي، کم له کمه څه سوچ هم کوي، څه فکر هم کوي، نو اوس له نوي سره فکر کول ورته پکار دي. هغه داسې ته یو څوک په ما باندې د امریکا د جاسوسي په نامه که په مسجد کې وي، که په خانقاه کې وي، که په هدیره کې وي، د هغه له رویه 15-30 نور هم راباندې وزني او ته په خپله له هغه سره کینې $1,000,000 بودجه دې نه اخلي، او هلته د هغو په خوښه باندې کله اسلامي امارات او کله سیاسي تحریک دا مني. دا ټول ستا په استازیتوب امریکا خبرې کوي او زه فکر کوم دا ټول منفي تاثیرات په خپله باید فکر ورباندې وکړي، خو په څومره اندازه کې چې طالبانو صفوف باید فکر وکوي، په هغه اندازه دا اوسنی موقف د افغانستان د دولت چې ټول جهادي رهبران، سیاسي شخصیتونه، د سولې عالي شورا اجرایه غړي، مثلا کابینه، دا ټول وو، دا اوس چې کوم ملي موقف په دې رابطه باندې دوی نیولی ده،
خدای پاک دې وکوي چې موږ د دولت مسؤلین 15 ورځې وروسته د طالبانو د تحریک د بیرغ په شان باندې دغه تغییر ونه کړي. په دې باندې مخکې وزین صاحب وویل چې افغانستان باندې انعطاف وښي، انعطاف څونه باید وي، څونه باید په دې باندې وروسته وکړو. هاشمي صاحب، هند، چین، روسیې، امریکا په د قطر دفتر په اړه د افغانستان د موقف حمایت کړی دی. دې کې که داسې ودونه دي چې د امریکا سره ښه روابط نه لري، مثلا لکه روسیه او چین د امریکا د، خو د هند په شان هېواد هم شامل دی چې امریکا سره ډېر نږدې اړیکې لري، لیکن په دغه برخه کې د افغانستان د دریځ ملاتړ کړی دی. دغه دوه مخیتوب د امریکا موقف په دغه نړیوالو اړیکو کې څنګه، یعنې اعتبار ته څومره یو صدمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به همه. ما عرض ما یه است که امریکا یک بازیگر استراتژیک است، اما قسمی که یک قدرتی بسیار بزرگ و استراتژیک دنیا است. امریکا بر اساس منافع حیاتی و منافع ملی خود در جهان و در منطقه عمل میکنه و به دنبال تحقق همی اهداف خود به افغانستان آمده. واقعا امریکایی ها به خاطر نجات مردم ما نامده و به خاطر جنگیدن با تروریسم نامده. اگر در مقابله و جنگ با تروریسم آمده، جنگ با تروریسم شکست خورده. بعد از 13 سال تروریسم نابود نشده، هنوز هم در اطراف قصر ریاست جمهوری افغانستان هر از چند یک عملیات اجرا میشه. هم قسمی که دوستا گفتن، این سیاست چند جانبه و چند روی امریکا از نظر ما شخصا محکوم است و ما موضع دولت و رهبری افغانستان دمی ارتباط موضع ملی میدانم و قابل تایید است. اما این میشن و ماموریت اصلی دولت افغانستان است که در قبال قضایای ملی و در قبال قضایای منطقی مربوط به افغانستان دقیق محاسبه بکنه. صفتی که دولت افغانستان متاسفانه از او آریست، دولت افغانستان هیچ وقت به نخبه های صاحب نظر افغانستان تکیه نکرده که دیدگاه ها و نظرات از اونها را بشنوه و متحقق بسازه. ما احترام دارم به برادرایی که به حیث وزیر مشاور در کنار رئیس جمهور حضور دارن. رئیس جمهوری بسیار قدرتمند و مرتخب مردم افغانستان، ولی تا جایی که ما شناخت دارم اینا توانایی او مشوره های بسیار قوی که حیاتی و متناسب با روزگار بحران و پیچیدگی افغانستان است ارائه بکنه. دستگاه سیاست خارجی افغانستان در راستا ناکام است. حمایت کشورهای مثل چین، مثل روسیه، مثل هند برای ما یک ارزش بسیار عمیق حیاتی نداره. اینا یک اثرات سیاسی تاکتیکی داره بالای قضایای داخلی افغانستان. موضوعی که میتونه قضایای افغانستان به صورت ریشه‌ای ولی حیثیت و اعتبار موقف امریکا این موضوعگیری کشورا سرش تاثیر نداره؟ ای بازی دوگانه که امریکا میکنه و موقفی که در مسئله قطر میگیره، موقف ای کشورا هیچ تاثیری نداره از نگاه؟ چرا مشاور میگه، میگه ما کن تکیه بر جهان سست نهاد که این عجوزه هدف کمپیر است، که این عجوزه عروسی هزار داماد است. امریکا از این موضوعگیری ها بسیار دارده دنیا، از این موضوعگیری های چندگانه و ضد مزاد. امریکا اعلان کرد، قسمی که انجینر صاحب گفت، که در عراق سلاح اتمی میسازن، سلاح کشتار جمعی میسازن، ما در عراق میریم. رفتن یک کشور را نابود کردن، به یک سرزمین جنگ زده بدلش کردن، رهبری ملی کشور را با اهانت آمیز ترین وضعیت قتل کردن، صدها هزار انسان را کشتن، صدها هزار مهاجر ساختن، یک کشور ویرانه پشت سر خود ماندن به خاطر یک دروغی بسیار بزرگ و شرم‌آور و ننگین. امریکا از این گپا هیچ باکی نداره، هیچ شرمی نداره. درست، ولی افغانستان از این موضوعگیری ها به خاطر تقوی موقف خدا استفاده کرده میتونه؟ یعنی پس آن سر صحبت میکنیم و سیاولنده در بلا رو برنده.